سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. امروز میخوایم بریم حرفه‌ای ترین نحوه پنالتی زدن رو توی پی اس پی سوئد یاد بگیریم و ببینیم که چجوری میتونیم پنالتی هایی که گیرمون میاد رو 100% تبدیل به گل کنیم و در کنارش چیپ زدن توی پنالتی هم یاد بگیریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. همه فکر میکنن اگه کنج دروازه رو نشونه بگیرن بهتر اینجا برای گلزنیه، اما در صورتی که این اشتباه ترین کار برای هدفگیری توی پنالتیه. الان همینجوری که میبینین واران و فرناندز هر دو گوشه دروازه رو هدف گرفتن، اما هر کدوم سایز دایره هدفگیریشون فرق میکنه. اگه با واران بیایم کنج دروازه رو هدف بگیریم، حدود 60% توپمون به بیرون میره و فقط 40% توپمون تبدیل به گل میشه. حتی با فرناندز هم اگه گوشه ترین جای دروازه رو هدف بگیریم، احتمال داره که 30% توپمون تبدیل به گل نشه. پس روش 100% پنالتی زدن چیه؟ موضوعی که برای خیلی از پی اس باس ها مطرحه اینه که بالا رو هدف بگیریم توی پنالتی یا پایینو. همینجوری که دارین توی ویدیو میبینید، وقتی هدفگیری رو به سمت بالا میبریم دایره بزرگتر میشه و اگه به سمت پایین بیایم دایره همون سایز کوچیک میمونه. پس شوت زمینی برای پنالتی بهترین گزینه است. بازیکن ها توی پنالتی به چند دسته تقسیم میشن و شما طبق قدرت پنالتی بازیکناتون باید پنالتی بزنید. اگه بازیکنمون قدرت پنالتی زیر 75 بود مثل واران یا سانچو، باید فقط توی این ناحیه که الان توی ویدیو میبینید هدفگیری کنید. اما اگه خارج از این ناحیه باشه، احتمال اینکه توپمون گل نشه خیلی زیاد میشه. پس هدفگیریمون رو توی ناحیه مورد نظر انجام میدیم و مربع رو تا ته پر میکنیم که 100% توپمون تبدیل به گل بشه. اگر قدرت پنالتی بازیکنمون بین 75 تا 85 بود مثل گرین بود، باید فقط توی این ناحیه که میبینین هدفگیری کنین. اما اگه خارج از این ناحیه باشه، احتمال گل نشدن خیلی زیاد میشه. باز دوباره میایم هدفگیری میکنیم توی ناحیه مورد نظرمون و مربع رو تا ته پر میکنیم که توپمون 100% تبدیل به گل بشه. حالا اگه بازیکنی داشتیم که قدرت پنالتیش بالای 85 بود مثل پوگبا، فرناندز یا رونالدو، باید کنجهای دروازه رو هدف بگیریم و یکم به سمت داخل بیایم و در آخر مربع رو تا ته پر میکنیم. همینجوری که میبینین دروازه‌بان حتی اگه جهت رو تشخیص بده هم نمیتونه توپو بگیره. موقعی که میخوایم چیپ بزنیم توی پنالتی، باید خیلی حواسمون جمع باشه که میخوایم کجا رو هدف بگیریم، چون وقتی که شما چیپ میخواین بزنید همونجوری که داخل ویدیو میبینید، حتی اگه بازیکنتون بالاترین قدرت هدفگیری رو داشته باشه، موقعی زدن چیپ دقتش به شدت میاد پایین. پس باید خیلی تو زدن چیپ دقت کنیم. برای زدن چیپ باید از L1 و مربع کمک بگیریم. اما باز دوباره اینجا این سوال مطرحه که بالا بزنیم یا پایین بزنیم. کلا موقع چیپ زدن، چون دقت بازیکنامون به شدت میاد پایین، شما اگه بالا رو هدف بگیرین احتمال خیلی زیاد توپتون میره بیرون. و اما اگه بیاین داخل چیپ زدن L1 رو بگیرین، پایین رو هدف بگیرید و مربع رو تا آخر هم پر کنید، اصلا توپتون به هیچ عنوان بیرون نمیره و 100% گل میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومده، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.